سلام و درود، آرش هستم به همراه نسا و اومدیم برای تمرینات یوگای چاکرای دوم یا همون چاکرای خاجی. لطفاً در وضعیت نشسته قرار بگیرید، شانه‌ها رو کمی استراحت میدیم و رهاشون میکنیم. بعد شکم و ستون فقراتمون رو توی حالت صاف و ثابتی قرار میدیم و چشمهامون رو میبندیم. دستهامون رو میذاریم روی شکم زیر نافمون. حالا شروع میکنیم به نفس کشیدن. تصور کنیم که این دم بازدم داره از طریق چاکرای خاجی که محل قرارگیریش دقیقا همون جاییه که دست هامون رو گذاشتیم صورت میگیره. با دم انرژی نارنجی رنگ یا هوا رو وارد این چاکرا میکنیم و با بازدم به آرومی خارجش میکنیم. از جریان و چرخش انرژی درون این چاکرا لذت ببرید. خیلی خوب، پوزیشنمون رو به حالت چهار دست و پا تغییر میدیم. توی این وضعیت تنفس ما با آناتومی بدنمون رابطه مستقیمی داره. یعنی چی؟ یعنی هنگامی که داریم دم انجام میدیم عضلات شکم شل میشه، کمر قوس پیدا میکنه به سمت داخل، سر و گردن به سمت جلو و گاهن میره به سمت بالا. هنگامی که میخواییم بازدم انجام بدیم سر میاد تو، شکم میره داخل و این باعث میشه که قفسه سینه بیاد به سمت بالا، یعنی یه جورایی غوز پیدا میکنه بدنمون، فکمون چسبیده به قفسه سینه جوری که نگاهمون به زانوهامون باشه. این حرکت رو چند بار تکرار میکنیم تو هم با دم و بازدم عمیق. تو این مرحله ستون فقراتمون رو صاف و ثابت نگه میداریم و دیگه با حالت عادی نفس میکشیم. انگشته پامون رو میذاریم روی زمین تا باسنمون بیاد به سمت بالا و بدن توی یک حالت هشتی قرار بگیره. نیاز نیست حتما زانوهاتون صاف صاف باشه، اشکالی نداره اگر زانوهاتون رو کمی خم بکنین اگر سختتونه. حالا میایم به بالای تشک نگاه میکنیم و با یک جهش قدم برمیداریم به سمت دست هامون. عضلات کمر و گردن رو کاملا رها میکنیم تا وزن سرمون رو احساس بکنیم. مدتی تو همین حالت باقی میمونیم و بعدش پای راستمون رو برمیگردونیم به سمت عقب و پای مخالفش رو خم میکنیم به سمت بیرون. انگشت های پای راستمون رو بلند میکنیم و پشت پا رو روی زمین قرار میدیم. با یک دم دست هامون رو میبریم به سمت بالا و همزمان که داریم بازدم رو انجام میدیم کمرمون رو خم میکنیم و فرود میاییم به سمت پای جلومون. توی همین وضعیت باقی میمونیم و شروع میکنیم به نفس کشیدن، اما از طریق چاکرای خاجی. دم و بازدم. هر زمان که احساس کردین به اندازه کافی از وضعیت فعلیتون لذت بردین میتونین به سمت بالا برگردیم. شکم و کمرمون رو صاف میکنیم، انگشتای پای عقب یا همون پای راستمون رو روی زمین قرار میدیم، زانوی پای چپمون رو بلند میکنیم و کف پای جلومون رو روی زمین میکاریم تا ثابت بمونه. نگاه رو به جلو و قفسه سینمون رو باز میکنیم. بعدش میاییم پاشنه پای عقبمون رو به سمت بیرون میچرخونیم و زانوهامون رو توی حالت 90 درجه قرار میدیم. ساعدهامون درون رانها قرار میگیره و بعدش دستامون توی همون حالت 90 درجه به سمت بالا میاد. برای اینکه این وضعیت رو کمی چالشی تر بکنیم میتونید روی پنجه پاتونم قرار بگیرید، یا به طور همزمان یعنی جفت باهاتون رو بیارین روی پنجه یا دونه دونه بیارین که کمی این حرکت براتون چالشی تر بشه اگر تواناییشو دارید. حالت بدنمون رو رعایت میکنیم و تو همون وضعیت کمرمون خم میشه به سمت پایین. ساعد درون رانها قرار میگیره و این بار پاشنه پای چپو میچرخونیم و برمیگردیم به سمت پایین دوشک. کمرمون صافه و نگاهمون به سمت جلوست. حالا زانوی پای راستو که این بار میشه پای جلوی رو خم میکنیم به سمت بیرون و انگشتای پای چپو از روی دوشک ور میداریم و پشت پا رو روی زمین قرار میدیم. تقریبا توی همون حالت حرکت قبلی بدنمون قرار میگیره. حالا عمل دمو انجام میدیم و همزمان باهاش دستامون رو میبریم به سمت بالا. زمانی که داره بازدم صورت میگیره کمرمون رو خم میکنیم و به سمت پای جلویی
فرود میاییم. مدت زمانی رو قراره توی این حالت باقی بمونیم و نفس بکشیم. پس بهتره که تصور بکنیم این دم و بازدم داره از طریق لوکیشن بالای باسن، یعنی همون جایی که چاکرای خاجیمون قرار داره، صورت میگیره. میتونین تصور بکنین که با هر دم انرژی نارنجی رنگی وارد چاکرای خاجیتون میشه و با هر بازدم ازش خارج میشه. از این تبادل انرژی و جریانی که درون مراکز انرژیتون صورت گرفته لذت ببرید. بدنمون رو بیدار میکنیم و دوباره برمیگردیم به سمت بالا. عضلات شکم و ستون فقراتمون رو صاف میکنیم. انگشتای پای پشتی جمع میشه و روی تشک قرار میگیره. زانوی پای جلویمون رو بلند میکنیم و برش میگردونیم به سمت عقب تا بدنمون به شکل هشتی یا همون وی معکوس در بیاد. توجهمون رو روی نفسی که داریم میکشیم و دم و بازدممون ثابت نگه میداریم. نگاهمون رو به جلوه و با یک جهش پا قدم ور میداریم به سمت دست هامون. کف دست رو روی زمین قرار میدیم و دوباره پای چپ رو بر میگردونیم به سمت عقب، اما این بار زانوهامون روی زمین قرار میگیره. انگشت هامون رو بلند میکنیم تا پشت پا تشک رو لمس کنه. جفت دستامون رو همزمان به سمت بالا میبریم، اما دست راستمون میچرخه دوباره به سمت پایین و دست چپو میکشیم. زمانی که توی این وضعیت قرار میگیرین ممکنه کشش نسبتاً جدی اما زیبایی رو توی ناحیه لگن، پهلوها، کتفا و در آخر دستاتون احساس بکنیم که کاملا طبیعیه. پس به بدنتون اجازه بدین تا اونجایی که میتونه خودشو باز و رها بکنه. توی همین موقعیت باقی میمونیم و بعدش با چرخش دست چپ برش میگردونیم روی زمین. انگشتای پای عقب رو بلند میکنیم و روی تشک میذاریم و با چرخش پاشنه همون پا بدنمون رو به سمت بیرون هدایت میکنیم و زانوهامون رو توی زاویه 90 درجه ثابت نگهش میداریم. دست ها یا ساعد هامون هم میتونیم بذاریم درون ران ها و آرنج هامون رو توی زاویه 90 درجه قرار بدیم و به همون شکل به سمت بالا هدایتش بکنیم. توی همین حالت باقی میمونیم. حالا برای اینکه یک کم قضیه رو چالشی تر بکنیم دوباره میتونین بیاین روی پنجه هاتون، یعنی پاشته پا رو از روی زمین بلند میکنیم. میتونین اول دونه دونه پاهاتون رو بلند بکنین یا همزمان با جفت پاهاتون بیاین روی پنجه و ثابت بمونین، البته اگر تواناییشو دارین، اگر نه که سخت نگیرین تا اذیت نشین. حالت بدنمون رو حفظ میکنیم و تو همون وضعیت کمرمون خم میشه به سمت پایین تا ساعدمون درون رانها قرار بگیره. این بار با چرخش پای راست بر میگردیم به سمت بالای تشک. زانومون رو روی زمین قرار میدیم، پنجه ها رو بلند میکنیم تا پشت پامون تشک رو لمس کنه. نفس عمیقی میکشیم و دستامون رو همزمان به سمت آسمان بالا میبریم. این بار دست چپمون بر میگرده روی زمین و دست راست رو میکشین. نگاهتون رو میتونین به سمت بالا یا پایین ثابت نگه دارید. بعدش دستامون رو هم میچرخونیم و برش میگردونیم روی زمین. انگشتای پای عقب رو بلند میکنیم تا روی تشک قرار بگیره. زانوی جلویمون رو صاف میکنیم و هدایتش میکنیم به سمت عقب تا بدنمون به شکل هشتی در بیاد. نگاهمون توی این حالت به سمت پایینه و با یک جهش قدم ور میداریم به سمت دستامون. حالا آروم آروم زانوهامون رو جمع میکنیم، مینشینیم و بعدش دراز میکشیم. حالا زانوهای جمع شده یا خم شده اونو درون بدنمون میکشیم و نگهش میداریم، انگار که داریم بغلشون میکنیم. الان از ماساژ ملایم کمرتون که داره توسط زمین صورت میگیره لذت ببرید. بعد از مدتی زانوهامون رو باز میکنیم و برای اینکه توی این حالت بتونیم باقی بمونیم میتونیم شست پامون رو نگه داریم یا اگر براتون سخته ساق پا یارونتون رو میگیرین و نگهش میداریم و توی همین حالت باقی میمونیم و به طرفین میچرخیم. بعدش پاهامون رو روی زمین میذاریم و کف پامون رو به هم دیگه میچسبونیم و زانوهامون رو باز میکنیم. دستمون رو میذاریم روی شکممون و جریان انرژی که توی این ناحیه و بین این مراکز انرژی در حال تبادل هستن رو احساس میکنیم. تا هر زمانی که مایلید و دلتون میخواد میتونید توی این حالت
باقی بمونین و یا حتی مدیتیشن انجام بدید، مدیتیشن مخصوص چاکرای خاجی رو که نحوه انجامش رو توی ویدیوی بعدی بهتون آموزش خواهم داد. هر زمان که مدیتیشنتون به اتمام رسید و میخواستین بلند بشین، زانوهاتون رو به آرومی جمع میکنین و به یک سمتی که خودتون راحت ترین میچرخین و با کمک دستاتون فشار ملایمی به زمین وارد میکنین تا توی حالت نشسته قرار بگیرین. مدتی رو توی همین حالت باقی میمونین، نفس میکشین کاملا عادی و نرمال، بعدش بلند میشین و میرین که به باقی روز یا شبتون بپردازین و ازش لذت ببرین با انرژی فوق‌العاده‌ای که الان به دست آوردین. این بود از تمرینات یوگای چاکرای دوم یا چاکرای خاجی. امیدوارم که از انجامشون لذت ببرید. بعد از اینکه انجامشون دادین، تجربیاتتون رو حتما حتما با ما توی کامنت ها به اشتراک بذارین تا هم من بخونم و انرژی بگیرم، هم باقی اعضای خانواده بتونن از این اطلاعات استفاده بکنن. برای تبادل انرژی با من هم میتونین این ویدیو رو لایک کنین و کانالمون رو سابسکرایب بکنین. به همین آسونی. دوستتون دارم زیاد. تا ویدیوی بعدی.